با بهترین درودها بر شما همیهنان ارجمندم در همه جای جهان از همینک تا 20 دقیقه پیش روی بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک خواهید بود که در قیاب روزنامه های امروز جمعه نگاهی خواهد داشت به آخرین روی رویدادها و همینطور گزیده ای از گفتگوها و گزارشها در پهنه رسانه های سایبری. نخست مروری خواهیم داشت بر سرفصل اهم مطالب منتخب امشب کماکان موجی از یادداشت ها و واکنش ها به لحظه های پرشتاب مذاکرات هسته در وین با حضور رئیس جهانی نهاد هسته در تهران از یک سو و مردان مذاکره در سوی دیگر ادامه بحران پولی یونان مسمومیت غذایی بیش از پنجاه دانش آموز ایرانی در مشهد تازه ترین تهدید خلافت اسلامی به رهبری داعش علیه گروه حماس اظهار موضع مثبت فرانسه از روند مذاکرات هسته ای سرفصل اهم مطالب اخبار و گزارش های برگزیده خبری تحلیلی است که در برنامه امشب جمعه دوازدهم تیر ماه ایرانی به سمع و نظر شما بینندگان عزیز خواهد رسید همینک مشروع اخبار مطالب و گزارش های امشب را می با چند رویداد کوتاه از حوزه هسته ای که نماینده ایران در آژانس انرژی اتمی اعلام کرد درباره چارچوب حل مسائل گذشته به تفاهم رسیدیم رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است ایران و آژانس درباره چارچوب حل مسائل مرتبط با فعالیت‌های گذشته ایران به تفاهم کلی رسیدند دیروز یوکیا آمانو با حسن روحانی رئیس جمهور دیدار کرد به گزارش ایرنا آقای روحانی در دیدار با مدیر کل آژانس راه حل‌هایی برای سرعت بخشیدن به مسائل مورد اختلاف از جمله بررسی فعالیت‌های گذشته ایران ارائه کرده است به گزارش وبسایت رسمی ریاست جمهوری ایران آقای حسن روحانی در دیدار با مدیر کل آژانس گفته است در رابطه با برخی مسائل مورد ابهام اگر اراده لازم در دو طرف وجود داشته باشد و برخی مسائل غیر فنی دخالت داده نشود کاملا و ظرف مدت کوتاهی قابل حل است آقای آمانو همچنین با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار ویژه داشت آقای شمخانی در دیدار به مدیر کل آژانس گفته است که هر گونه پیشنهادی که دارای کار کرده واقعی در زمینه ی ادامه پیشرفت صنعت صلح آمیز ای و رفع غیر مشروط تحریم های قانونی و ظالمانه باشد به طور قطع با نگاه مثبت جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهد شد. علی شمخانی یکی از افرادی بود است که آژانس بینال مللی انرژی اتمی پیشتر میخواسته با وی مصاحبه کند در همین زمینه و مضمون فدریکا موگرنی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که برای مذاکرات در وین به سر میبرد گفت که سفر آقای آمانو به تهران نشانه ای امید بخش است ادامه می در سوی دیگر و در ادامه موج نشانه های مثبت و اظهار امیدواری و خوشبینی مسئولین مختلف جهانی در تازه ترین موضع وانگ یی وزیر خارجه چین در جمع خبرنگاران گفت که با وجود باقی ماندن مسائل دشوار احتمال اینکه ایران و کشورهای پنج به علاوه یک تا سه شنبه ی هفته آینده درباره موضوعات مرتبط با برنامه هسته ایران به توافق برسند بالاست. آقای وانگ که دیروز به مذاکرات ویان پیوسته بود می گفت باور داریم که طرفین سرانجام به توافقی منصفانه متوازن و عادلانه خواهند رسید و اما در سوی دیگر ماجرا فرانسه نیز اعلام کرد مذاکرات هسته‌ای ای از برخی جهاد پیشرفت داشته است لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه پیش از ترک وین به قصد پاریس گفته بود که برخی پیشرفت‌ها به دست آمده اما ما هنوز در پایان مذاکرات نیستیم آقای لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه در جمع خبرنگاران اعلام کرد که یکشنبه چهاردهم همه تیر ما به وین باز میگردد وزیر امور خارجه فرانسه ابراز امیدواری کرد که قدرتهای جهانی و ایران تا آن هنگام در موقعیت جلو رفتن قرار داشته باشند و اظهار امیدواری می کرد من امیدوارم بتوانیم به راه حل قطعی دست پیدا کنیم که ما را قادر سازد به توافقی قدرتمند برسیم به گفته ی لوران فویوس چنین توافقی توافقی است که بر مبنای آن هم ایران بتواند برنامه هسته ای آمیزی را ادامه دهد و هم جامعه جهانی مطمئن باشد که این برنامه به سمت اهداف نظامی منحرف نمی شود. ادامه برنامه خبری امشب در تازه ترین موج مثبت راه افتاده از فرجام مذاکرات هسته‌ای روسیه نیز با قاطعیت ابراز امیدواری کرد مذاکره کننده ارشد روسیه پیش بینی کرد که گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی در روزهای پیش روی به توافق میان طرفین بیانجامد. خبرگزاری روسی ایتارتاس روز پنجشنبه 11 تیر ماه اظهارات سرگئی ریابوکوف معاون وزیر خارجه روسیه را باستاب میداد که تأکید داشت ماراتون مذاکرات هسته‌ای با موفقیت به پایان خواهد رسید آقای ریابوکوف که در وین محل مذاکرات هسته‌ای به سر میبرد می, برد می گفت من نمیتوانم پیش بینی کنم که چند ساعت دیگر مذاکره برای حل و فصل این شرایط لازم است اما همه طرف های مذاکره بر این باور هستند که این ماجرا در روزهای پیش روی به سرانجام خواهد رسید همچنان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک هستید با خبرهای کوتاه از چهار گوشه جهان پس از تهران و وین و آخرین اظهار موازه ای مردان مذاکرات با خبری ای مرور اخبار را پی میگیریم با تازه ترین تهدید داعش این بار به دیگر گروه تنروی قزنشین یعنی هماسیها گروه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی در فلسطین بر اساس گزارش های منتشر گروه خلافت اسلامی یا داعشیون حماس را صریحا تهدید کرده است که این جنبش فلسطینی را از تسلط بر غزه خل خواهد کرد و خود کنترل این باریکه را در دست خواهد گرفت به گزارش خبرگزاری رویترز در روز چهارشنبه دهم تیرما خلافت اسلامی این تهدید را با انتشار یک کلیپ ویدئویی مطرح کرد به گزارش رویترز خلافت اسلامی تأکید کرد که حماس به اندازه کافی مجری دستورات اسلامی در غزه نبوده است در این کلیپ که با عنوان پیامی خطاب به جباران حماس در شبکه های اجتماعی نیز بازنشر بیشمار یافته بود خلافت اسلامی قسم خورده که با به دست گرفتن کنترل غزه شریعت واقعی اسلام را اجرا کند خلافت اسلامی گفته آنچه که در یرموک همون پناگاه فلسطینی ها در سوریه مد نظرشونه رخداد در غزه نیز تکرار خواهد شد نیروهای خلافت اسلامی در ماهای اخیر با تسلط بر بخشی از اردوگاه فلسطینی یرموک در حومه دمشق این اردوگاه را تقریبا ویران کرده و دهها فلسطینی را در آن به قطع رساندند بسیاری از فلسطینی های ساکن در آن نیز از اردوگاه گریختند به گزارش خبرگزاری رویترز داعش تهدید کرده که پس از نابودی دولت یهود جای پایی نیز برای فتح در غزه باقی نخواهد گذاشت تهدید داعش برای به دست گرفتن کنترل غزه در حالی است که نیروهای این گروه پس از یک سال فعالیت در خاور میانه بخش هایی مهم از سوریه و عراق را در کنترل دارند و مسئولیت سلسله حملاتی را در مصر، لیبی، تونس و یمن بر عهده گرفتند. ادامه خبرها مروری بر خبرهای کوتاه امشب را با یک خبر کوتاه از یک ایرانی موفق در نیویورک آمریکا پی میگیریم شهردار گردنک در نیویورک به یک ایرانی رسید پدرام برال پزشک ایرانی آمریکایی ساکن نیویورک با تفاوت بالای رای در حوزه انتخابی گردنک در لانگ آیلند نیویورک به عنوان شهردار این منطقه انتخاب شد با انتخاب پدرام برال برای نخستین بار یک آمریکایی ایرانی تبار موفق به پیروزی در انتخابات شهرداری های نیویورک برای تسلی مسئولیت شهرداری در حومه کلان شهر نیویورک می شود. گردنک در شمال غرب منطقه کوین شهر نیویورک و در محدوده لانگ آیلند قرار دارد و از مناطق مرفه نشین حومه نیویورک محسوب می شود. و بر تاریخ بنا اواخر قرن همه میلادی محل سکونت بوده است و از سال 1930 به این سو در فهرست مناطق مسکونی ایالات متحده آمریکا ثبت شده است امروز این بخش تاریخی در تقسیمات شهری محدوده نورس نیویورک طبقه بندی می شود جمعیت این شهر حدود ده هزار نفر است. دکتر پدرام برال از خانواده های یهودی متولد ایران، دانش پزشکی در دانشگاه های ایالات متحده آمریکا و مدیر بخش جراحی های روبوتیک زنان در مرکز پزشکی در منطقه بروکلین نیویورک، عضو انجمن پزشکی زنان و زایمان آمریکا و البته از جراحان فوق پیشرفته جامعه پزشکی شرق ایالات متحده آمریکاست. ورق میزنیم با مطالب برگزیده امشب همچنان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک هستید از تلویزیون ایران فردا با چکیده ای از یادداشت های ایرانی نشانه های رقابت قدرت میان لایه های از قشر فقها با هرچه نزدیک تر شدن به موسم انتخابات خاصه انتخابات سرنوشت ساز خبرگان که در اسفند ماه برگزار خواهد شد مورد تحلیل و واکاوی روزنامه بیشماری در اقصا نقاط جهان قرار می گیرد. خاصه در آستانه موفقیت احتمالی توافق هستئی معادله این رقابت ها نیز میان دو فرد مشخص یعنی خامنه ای و طیف هاشمی رفسنجانی شکل تازه تر و شدیدتری نیز به خود می گیرد. در این میان یکی از روزنامه نگران در سامانه گویا نیوز معتقد بود که خامنه ای نگران آن است که اگر توافق هسته ای به نتیجه برسد و تحریم ها لغو شود نفوذ روحانی هاشمی رفسنجانی محمد خاتمی و به طور کل مجموعی اصلاح طلبان و میان روحای رژیم در جامعه فزونی گیرد. او میداند که استراتژی انتخاباتی اصلاح طلبان و میان روحا آن است که با بهره برداری از توافق هسته‌ای و لغو تحریم در انتخابات اسفند با رقبای اصولگرا و تندروی مورد حمایت خامنه‌ای رقابت خواهند کرد و پیروز خواهند شد. سخنان آیت الله علی خامنه خطاب به رئیس و سخنگوی قوه قضایی در مورد ضرورت ایستادگی در برابر اعمال نفوذها آن هم دو روز پس از آنکه محسنی اجهی به طور تلویحی به فشار رفسنجانی بر قوه قضایی اشاره کرده بود نشانه آشکار از جانبداری سریح خامنه از تندروها در کشمکش های درونی جمهوری اسلامی است خامنه در مقابله با استراتژی انتخاباتی میان روها و اصلاح طلبان همه بازوهای سرکوب خود را به کار خواهد گرفت و در ادامه مروری بر خبرها در پهنه رسانه ها باز هم ماجره های تکراری مسمومیت مسافران خراسان این بار نه ها دانش آموزان ایرانی قربانی زیارت مشهد شدند معاون سیاسی و امنیتی فرماندار مشهد گفت که 46 دانش آموز که از قم به مشهد رفته بودند بر اثر استفاده از غذای فاسد دچار مسمومیت شده اند. به گزارش خبرگزاری ایسنا عبدالله ارجائی معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری مشهد اظهار داشت این دانش آموزان از قوم برای زیارت به مشهد آمده بودند که به دلیل کم مسئولان اسکان آنان در مکانی که مجوز نداشت انجام شد و از مواد غذایی غیر بهداشتی نیز استفاده شد. ایشان اضافه می کرد این دانش آموزان مواد غذایی تاریخ گذشته و شیرموز استفاده کردند که هنوز مشخص نشده مسمومیت به دلیل کدام یک از این مواد بوده است. در همین حال به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا دکتر احسان بلوردی مدیر بیمارستانی به نام امام رضا گفته است که این زائران که در یکی از حسینیه های مشهد اسکان داشتند بامداد پنجشنبه یازدهم تیر ماه به علت استفاده از غذای فاسد به اورژانس بیمارستان منتقل شدند و در ادامه خبرهای امشب با دو رویدادی متفاوت از مسابقه عجیب و کم نظیر از علی خامنه با بکارگیری شعرا و اعطای چفیه به متقاضیان و در تازه ترین مورد استفاده از زنی نو مسلمان در تلویزیون که از ایرانیان گلایه می کرد که چرا قدر خامنه را خوب نمی داند. در این میان اعلام شد که دو شب پیش یکی از شاعران که از رهبر ایران تقاضای چفیه ایشان را کرده بود خامنه ای با روی باز به این شاعر هدیه کرد رضا نیکوکار از شاعرانی که چند سالی است پیش رهبر ایران حضور می‌یابد و به شعرخانی می‌پردازد ضمن اشاره به برنامه شعرخانی شاعران که به شکل سالانه برگزار می‌شود اظهار داشت پس از درخواست بنده این چفیه را با روی باز به بنده داد و من به عنوان تبرک دریافت کردم نیکوکار با اشاره به شعرخانی نزد رهبری ایران گفت پس از اینکه غزل خواندم ایشان از بنده سوال کرد فقط غزل میگویید پاسخ دادم بله فرمود مجموعه ای را منتشر کرده اید که در مراسم پریشب مجموعه شعرم را نیز با نام خواب مشترک تقدیم ایشان کردم و اما نسخه سانی الهام چرخنده پیدا شد زنی غیر ایرانی که دلداده خامنه ای شد و از ایرانیان گلایه می کند که چرا قدر علی خامنه ای را بیشتر نمی گفتگویی گفتگوی مملو و از مبالغه و مدداهی میان مجری تلویزیون جمهوری اسلامی ایران و این خانم انگلیسی زبان پارسی آموخته غیر ایرانی گوشه های از این مغازله لسانی میان مجری و زن غیر ایرانی زوب شده در محضر ولایت را با هم میبینیم کی بیشتر روی شما اثر گذاشت کیا بیشتر دوست دارین توی شخصیت های جهان اسلام کی ببینین آدم که دور هستند؟ هستن توی اسلام در اسلام کیا بیشتر از همه دوست دارین رهبر ما آقای خامنه ای آقای خامنه ای به نظر من به نظر من جانشستین از ایم احمدی تا ایم احمدی میاد این داره رنج داره میکشه, میکشه, میکشه برای برا آقای حامنه این بر اترام متاسفم من ندیدم مردم درست اترام میده به آقای حامنه این باید میگم اگر شیعه هستی ما اینو میدینیم چیز رو داریم مثل ولای فقی بله چند تا از کشور مختلف کشیگان از مسیعی بودن یهو بودن زارتوش بودن همه شو تو این کنفرانس وقتی تموم شدن گفتن خدای شک یک پدار مقدس داریم توی ایران آقای خمنه ای یعنی چی؟ این مردم از کشور مختلف دین مختلف ارزش آگاه خامنه‌ای میدونی و ما باید بفهمیم باید بفهمیم هم و ما هم همه مردم <تصفيق> <تصفيق> هم خدا رو شکر میکنیم که یک رهبر شایسته یک رهبر مدبر از سلاله حضرت فاطمه زهرا داریم و هم همه الحمدلله معتقد و ملتزم به ولایت فقیه هستن از زندگی تو ایران راضی هستین؟ <laughs> Alhamdulillah I mean there's a mom but you lose got a bad day are to one of our day for a solid the first time I'm alone I'm not what I'm not what I'm not what I'm doing but I don't know what I men are willing to offer the English you back when my Allah send peace to Muhammad and the progeny of Muhammad and send them to us as soon as possible as a relief after suffering and destroy their enemies from among the jinn نکته جالب دیگران که به رسم مرسوم و عادت معلوف آستان ولایت خامنه ای که به مدهان و متملقان هدایایی به رسم قدردانی میدهند این خانم نیز بی‌نصیب نماند و هدیه نفیس از جنس عقیق میگیرد میبینیم خانم صدیق جمیل الفرقان ما به همه مهمانانمون یه تندیس یادبود میدیم هدیه است که سنگ عقیق داره و اسم برنامه ما که عقیقه بله و یه آیه یه فراز دای ابو حمزه بسم الله الرحمن الرحیم و ان الراحل الیک قریب المسافه هر کسی که به سمت خدا حرکت کنه فاصلش نزدیکه اینو ما تقدیم میکنیم به شما خیلی ممنونم خیلی ممنونم من تشکر خواهش می میکنم خواهش تشکر, تشکر میکنم با صلوات دیگه بفرسم اللهم صل الله علی الله الله محمد, محمد و علی محمد و و اهل من و انس و اخرین به قول شاعر که صعب روزی بل کاری پریشان عالمی است و با این رویداد وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد بیننده مشروح اخبار و گزارش های روز در برنامه آن سوی خبر باشید که بلا فاصله پس از صفحه یک توسط همکارانم هم پخش خواهد شد تا درودی دوباره شامگاهی دگربار و تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود